درس خودمون رو آغاز میکنیم، چنان که ذکر آن رفت. اولا که به ماه اردیبهشت وارد شده ایم، امروز روز دوم اردیبهشت ماه هست، ماهی که فوق العاده لطیف و بهشتی است و برای همه ما یادآور خاطرات خوش بهاری است. همچنین روز تولد امام علی علیه السلام است که همه مسلمانان به وجود او افتخار می کنند و خود رو پیرو او می دانند. و همچنین روز پدر است که به مناسبت او به کسانی که پدرند همچنین مادرند تبریک عرض می کنیم، و اونهایی هم که هنوز پدر نشدند و مادر نشدند به اعتبار وقتی که پدر یا مادر خواهند شد پیشا پیش به اونها هم تبریک میگوییم و خجسته باش عرض میکنیم و زندگانی خرم و فرخنده ای رو براشون آرزو داریم. من چون بحث از مولاناست و از مثنوی است و روز هم روز تولد مولا علی است، روز 13 رجب است، براءت استهلال میکنم، یعنی آغاز کلام رو با سخنی از مولانا در باب امام علی میآورم که هم فضا رو متبرک و مطهر کرده باشیم و هم کام دوستان رو شیرین کرده باشیم. مولانا در بسیاری از داستانهای خود وقتی که سخنی از زبان یکی از بازیگران و قهرمانان داستان میگوید به قرائن میتوان دریافت که گاه سخن خود اوست که از ضمیر او و از زبان او برمیخیزد و در جای خود می نشیند. مخاطب و مستمع باید بداند و دریابد که سخن با کیست و از کیست. قصه مشهوری که همه شنیده ایم که در جنگ خندق علی بر کسی که از طرف کفار آمده بود به نام عمرو بن عبدود پیروز شد و او رو به خاک افکند و می خواست که او رو بکشد و او آب دهان بر روی علی افکند و علی از سینه اون پهلوان برخاست و پس از اون که غضبش فرو نشست رفت و دوباره کار اون پهلوان رو ساخت. در داستانی که مولانا نقل می کند البته علی او را نمی کشد، بلکه به تعبیر مولانا با تیغ حلم او رو می کشد. تیغ حلم از تیغ آهن تیزتر، بل ز صد لشکر ظفر انگیزتر. این داستان به شکلی که مولانا آورده در کیمیای سعادت غزالی آمده است، ولی عموم منابع حدیثی شیعه و سنی قصه رو به شکل دیگری نقل کرده اند که منتهی به کشته شدن اون پهلوان می شود. باری وقتی که بین علی و اون پهلوان گفتگویی در می گیرد و او از علی می پرسد که چرا مرا گذاشتی و نکشتی و رفتی و دوباره برگشتی، در اونجاست که سخنانی از زبان اون پهلوان بیرون می آید که اونها سخنان اون پهلوان جاهل کافر قطعا نیست. سخنان کسی است که از علی شناخت کاملی دارد، یعنی کسی است مولاناوار که می تواند با علی اونگونه سخن بگوید. من جمله این که می گوید از تو بر من تافت، این کلام مولاناست که به علی خطاب می کند، میگه تو در من تافته ای، از تو بر من تافت، چون داری نهان می فشانی نور چون مه بی زبان، ماه بی گفتن چو باشد رهنما، چون بگوید شد ضیا اندر ضیا. راز بکشا ای علی مرتضی، ای پس از سوء القضا حسن القضا. یا تو واگو آنچه عقلت یافته است، یا بگویم اون چه بر من تافت است. از تو بر من تافت، چون داری نهان می فشانی نور چون مه بی زبان. بازگو ای باز انقاگیر شاه، ای سپاهشکن به خود نی با سپاه. بازگو دانم که این اسرار هوست، زن که بی شمشیر کشتن کار اوست. تو ترازوی احد خوب بوده ای، بل زبانه هر ترازو بوده ای. در شجاعت شیر ربانیستی، در مروت خود که داند کیستی. باز باش ای باب رحمت تا ابد، بارگاه ماله کفوا احد.
باز باش ای باب بر جویای باب، تا رسند از تو قشور اندر لباب. اینها سخنانی نیست که یک نفر از نمایندگان مشرکین قریش به علی گفته باشد، سخنان مولاناست و از همین جا شما می توانید وارد شناخت این مرد عظیم و عزیز و عرشنشین و نابغه نادره تاریخ بشوید که چگونه آینه‌وار در مقابل شخصیت خورشید صفتی مثل علی ایستاده است و نور او رو می گیرد و می تاباند و به دیگران هم انعکاس می دهد. خب از این براءت استهلال که بگذاریم و مقدمه رو که فرو بگذاریم، وارد اصل سخن می شویم. به امید حق طی 10 جلسه من توفیق خواهم داشت که در محضر عزیزان حاضر شوم و درباره شرح دفتر اول مثنوی سخن بگویم. من نزدیک 20 سال پیش توفیق داشتم که دفترهای دوم و سوم مثنوی رو در دانشکده الهیات دانشگاه تهران ضمن 8 ترم شرح کنم که نوارهای اونها موجود است، پاره‌ای با کیفیت بهتر و پاره‌ای از اونها هم با کیفیت نچندان خوب اما متاسفانه تکرار شدنی نیست. اکنون فرصت میابم و توفیق پیدا میکنم که دفتر اول رو آغاز کنم و این سفر شریف الهامی رو مورد شرح قرار بدهم و جویندگانی که به دنبال جرعه آبی از این دریای بزرگ هستند رو بلکه تا حدی که میتوانم سیراب کنم. در باب مثنوی من سخن چندانی نمیخواهم پیشا پیش بگویم. بهترین راه شناخت مولانا همین است که وارد اثر مولانا بشویم، کتاب او رو بخوانیم. بهترین راه برای اینکه کسی بداند فلسفه چیست این است که بره فلسفه بخونه، نه اینکه از این و اون هی بپرسد فلسفه چیست و هر کسی هم یه تعریفی به دست بدهد و آخرالامر هم معلوم نشود که چیست و چگونه چیزی است. حقیقتا به تعبیر اون حکیم چینی، بهترین دلیل وجود شیر برنج خوردن شیر برنج است. آخر شما با خوردن شیر برنج هم میفهمید که شیر برنج هست، هم میفهمید شیر برنج چیست و چگونه چیزی است، چه طعمی، چه مزه‌ای، چه خاصیتی دارد. با همه این احوال و با همه این که ما فل جمله می دانیم کسی به نام مولانا بوده و دیوانی و کتابی به نام مثنوی پرداخته و از خود به یادگار نهاده و 750 سال اکنون از عمر این کتاب شریف می گذرد، با همه این احوال بر سبیل مقدمه بد نیست من فقط یک نکته در باب این کتاب عظیم عرض بکنم که نوعی مقدمه چینی است برای بهتر شناختن و همچنین بهتر دریافتن نکاتی و دلالاتی که مولانا در کلام خود می آورد. از این بیت مولوی آغاز کنم که گفت: چون شدی از شان بحر معنوی، فرجه ای کن در جزیره مثنوی. فرجه کن چندان که اندر هر نفس، مثنوی را معنوی دانی و بس. به دو تعبیر در این دو بیت مولانا توجه کنید. تعبیر اول که بحر است، بحر معنا و معنویت، و تعبیر دوم عبارت است از جزیره مثنوی. بیا و در جزیره مثنوی بنشین و از دریای معارف و معانی بنوش و جرعه برگیر. از قضا در همین چند روز پیش کسی معماری نامه‌ای بر من نوشته بود که من یک بنای یادبودی برای مولانا میخواهم بسازم یا ساختم. در نامگذاری او دچار تردیدم چه نامی بر این بگذارم و گفته بود که مایلم که از خود تعبیرات مولانا استفاده کنم. من به ایشان نوشتم شما همین عنوان جزیره مثنوی رو بر او بگذارید، برای اینکه این تعبیری است که مولانا برای اثر خود
به کار برده است و یکی از گویاترین تعبیر هاست. شما برای اینکه مولانا رو خوب بشناسید باید بدانید این مرد بحر صفت بود، بحر شعار بود، شناگر در دریای مواج معارف بود و اصناف تعبیراتی و اشاراتی که در مثنوی به دریا رفته است حکایت از انس ذهنی و روحی این مرد با حقیقت دریا می کند، نه دریای ظاهری. شما در داستان اون نحوی که در دریا نشست لاجرم تأمل کرده اید. قصه این است که یک نحوی، یعنی کسی که گرامر زبان عربی رو خوب می دانست، سوار کشتی شد و در حین حرکت از کشتیبان که مرد تحصیل نکرده ای بود پرسید که تو نحو بلدی؟ گفت نه بلد نیستم. گفت نصف عمرت برفناست. و بعد در کشتی به تلاطم افتاد و دریا موج گرفت و در شرف غرق شدن بود که کشتیبان رو کرد به این نحوی و گفت تو شنا بلدی؟ گفت نه. گفت بس کل عمرت فناست. گفت هیچ دانی آشنا کردن بگو. گفت نی از من تو سباهی مجو. گفت پس کل عمرت این نحوی فناستان که کشتی غرق این گرداب است. حالا به دنباله این توجه کنید، میگه ما حدیث نحوزان در دوختیم تا شما را نحو محو آموختیم. محو میباید نه نحو اینجا. بدان گر تو محوی بی خطر در آب ران. همه قصه این است که ما به شما درس شناگری میخواهیم بدهیم و مولانا یک غواص، یک شناگر، یک منجی غریق، به غلط میگن ناجی غریق یا نجات غریق، یک منجی غریق بود، کسی که هم شنا میکرد و هم شناگری میدانست و به دیگران هم میآموخت و تمام احوالات او رو با امواج دریا میتوان مانند کرد. کسی که مثل دریا موج میزد، در تلاطم دائم بود. خواهم گفت این دریای مواج متلاطم در اواخر عمر، در 10 سال پایانی عمر به نحوی از آرامش رسید و اون همون وقتی بود که به سرودن مثنوی آغاز کرد. در غزلهای مولانا شما میبینید همین تعبیر رو به کار میبرد، بجوشید بجوشید که ما بحر شعاریم، به جز مهر به جز عشق دیگر کار نداریم، در این خاک در این خاک در این مزرعه پاک، به جز مهر به جز عشق دیگر بذر نکاریم، شما مست نگشتید و از آن باده نخوردید، چه دانید چه دانید که ما در چه شکاریم. احوال خودش رو بیان می کند. جای دیگری راجب مرغابیان، راجب مرغان اینها که صحبت می کنه، اتفاقا یکی از تعبیرات خوب مولانا راجب خودش و راجب اولیاء الهی مرغابیست. اینها رو مرغابیان می دانست. ما همه مرغابیانیم ای غلام، بحر می داند زبان ما تمام. دریا زبان ما رو می فهمه، ما هم در زبان دریا رو می فهمیم. ما مرغابی هستیم، با دریا بیگانه نیستیم. هرچند که دریا موج بزنه مرغان آبی را چه غم، تا غم خورد مرغ هوا. مرغی که آبی نیست قصه خواهد خورد و از موج دریا زیان خواهد کرد و غرق خواهد شد، اما مرغابی با این امواج زیر و زبر می شود و بالا و پایین می رود و این عین حیات اوست و عین نشاط اوست. در مثنوی می گوید که گرچه صد چون من ندارد تاب بحر، لیک من نشکیبم از غرقاب بحر. عقل و جان من فدای بحر باد، خونبهای عقل و جان این بحر داد. تا که پایم می رود رانم درو، چون نباند پا چو بطانم درو. بط یعنی مرغابی. ببینید میگه من جانم، عقلم، جسمم، روحم، همه قربان دریا باد. این چه دریایی است که مولوی خودش رو فدای او می کند. این دریا شناس این چنین خود رو در پای این دریا قربانی می کند. عقل و جان من فدای بحر باد، خونبهای عقل و جان این بحر داد. تا که پایم می رود رانم درو، چون نماند پا چو بطانم درو. در موارد دیگه، یک جای دیگر هم توضیح بدم براتون که
که روشن‌تر بشود که چرا این تمثیل دریا و بحر برای مولانا این همه معنادار و گویا بوده است، شما غزلی رو که مولوی در باب شهیدان کربلا سروده است شاید شنیده باشید، خوانده اند و از صدای جمهوری اسلامی هم بارها پخش شده است که کجایید شهیدان خدایی، بلاجویان دشت کربلایی، که از غزلهای ناب مولانایی است و مهر و نشان این مرد رو بر خود دارد، برای اینکه سخن از شهادت میگوید، سخن از سبک روحان عاشق میگوید. کجایید سبک روحان عاشق، پرنده تر ز مرغان هوایی. کسی که مولوی رو بشناسد میدونه که این مرد خودش سبک روح عاشق بود و در دنیا به دنبال سبک روحی و عاشقی بود، اون رو ایدئال و آرمان نهایی انسانیت میدانست. کجا ایده در زندان شکسته، کجا ایده در مخزن گشاده، اینها رو میگوید، این اوصاف رو خطاب به شهیدان کربلا میکنه. بعد میگه در آن بحرید که این عالم کف اوست، زمانی دیر دارید آشنایی، کف دریاست صورتهای عالم، ز کف بگذر اگر اهل صفایی. من اگر وقت داشتم این دو بیت رو برای شما توضیح میدادم، میدانستید چقدر معنا و چقدر تجربه در این دو بیت خوابیده است. در آن بحرید که این عالم کف اوست، زمانی دیر دارید آشنایی. بیشتر شنا کنید، بیشتر شنا کنید. شما در بحری رفته اید که تمام این عالم، عالم ماده، کائنات مادی به منزله کفی بر روی اون آبه. و بعد میگوید اصلا قصه از همین قرار است. کف دریاست صورتهای عالم، تمام این صورتهای عالم، همه چیز از ثروت گرفته، از علم گرفته، از ماده گرفته، از پول، از شهرت، از فلسفه، از هر چه که شما میخواید بگید، اینا صورتهای گذران این عالم هست. یه دریای زیر این صورت هاست. زکف بگذر اگر اهل صفایی. بیشتر از این نمیخوام بگم. شما با مولوی که روبرو میشید، با این دریا روبرو میشید، همسایه دریای طهور میشید. من یه وقتی شعرهای گفته بودم، بعضی از من میپرسیدن کنار خطاب به کی گفتی، توش این بود که همه موجم، همه شورم، همه عشقم، همه نورم، هم نشین مه و همسایه دریای طهورم. حالا من به شما میگم که من اینو برای کی گفته بودم. و اون دریای طهوری که من هم نشین او بودم، همسایه او بودم، یا مدعی همسایگی و همنشینی با او بودم، همین این کتاب است و این شخصیت دریا صفت است که تازه در این کوزه مثنوی یک دو جرعه از اون دریا رو ریخته است. گر بریزی بحر را در کوزه ای، چند گنجد قسمت یک روزه ای. دریا رو در سبو خالی کرده، اما فقط سبو پر شده، اما کل دریا که در اینجا نیامده است. ولی خم که از دریا در او راهی بود، پیش او جیهون ها زانو زند. آب خواه از جو به جو، خواه از سبو، کان سبو را هم مدد باشد ز جو. این سبو وصل به اون جوس، وصل به اون نهر است، وصل به اون دریاست. لذا همین که شما وارد این جو بشید، وارد دریا شده اید، شما رو با خود به دریا خواهد بود. با مولوی که می نشینید، اگر تلاطم در شما نیفتد، اگر این جزر و مدی که در وجود او بود شما رو فرا نگیرد، بدانید که هنوز با او ننشسته اید، هنوز از او دورید و بیگانه اید. اما وقتی که این جزر و مد شما رو هم به تلاطم وادارد، علل خصوص وقتی که دیوان کبیر او رو میخوانید، اونگاه بدانید که این مرد به سراغ شما آمده و مشغول شکار کردن شماست. و تا چقدر سعادتمند باشید که سید او بشوید. تو مگر آیی و سید او شوی، دام بگذاری به دام او روی. همین مقدار در این که ما سراغ چه کتابی خواهیم رفت کافیست. اشاراتی تاریخی بکنم، به مقدمات چندان نمی پردازم. همه می دانید که مولانا در 38 سالگی شکار شمس تبریز شد و قصه او با شمس دو سه سال
به درازا کشید، مدتی که با او بود، وقتی که شمس بونیه رو ترک کرد و دوباره مولانا فرزندش رو فرستاد و شمس رو بازگرداند، مدت دیگری با او نشست و برخاست داشت تا نهایتا شمس با ناراحتی بونیه رو برای همیشه ترک گفت و مولانا رو در فراق خود نهاد. این فراق برای مولانا فوق العاده سوزنده و تلخ بود. برای مدت بلندی اساساً به حال خود نبود و با اینکه ما در باب بایوگرافی او اشاراتی بیش نداریم، اما همین اشارات نشان می‌دهد که چه دوران تلخی بر او گذشته است. نوشتند که می‌رفت در مدرسه و بر بام مدرسه می‌رفت و دور خود می‌گشت و ناامیدانه این ابیات رو با خود می‌خواند که که گفت که اون چشمه امید بمرد، که گفت که آفتاب امید بمرد، اون منکر خورشید برآمد بر بام، دو چشم ببست و گفت خورشید بمرد. می‌خواست به خود دلداری بدهد که خورشید نمرده است، شمس نرفته است، هست، باز خواهد گشت. در مدت تقریبا 15 سال بعد از رفتن شمس و جدایی مولانا از او، مولوی ظاهراً به کارهای متعارف و معمول می پرداخت، به مدرسه می رفت، اندک درسی می گفت، مطابق اونچه که فقیهان در اون روزگار می کردن، سوالاتی که از مردم، استفتاءاتی که می رسید پاسخ می گفت، به مجالس بزرگان که دعوت می شد می رفت، دعوت اونها رو اجابت می کرد. اما مهمتر از همه، مولانا شور و حال خودش رو در غزلها خالی می کرد. این 14-15 سال پس از رفتن شمس دورانی بود که مولانا در نهایت وجد و غلبه شور بود و خیشتنداری برای او ناممکن بود، مخصوصا که یکی از مریدان نزدیک او به نام صلاح الدین در کنار او بود و برای او تدبیر می کرد و مجالسی رو سامان می داد و این مجالس سماع همه جا برگزار می شد، در خانقاه ها، احیانا در مسجد ها، در خیابان و در هر جا که امکان برگزاری داشت. حسام الدین هم در خدمت مولانا بود. اینها قدر استاد خودشون رو نیک می شناختن، بهتر از تمام این بلندگوها و ریکوردرهای دوران ما هر کلمه‌ای که از زبان این مرد بیرون می‌آمد ثبت می‌کردند. حتی طرز تلفظ او رو هم ثبت می‌کردند. نسخه‌های خطی که از اون زمان برای ما رسیده، اگر مولانا می‌گفت بگویم، اینا هم می‌نوشتن بگویم، بمیرم. و اتفاقاً تلفظ افغانی مولانا در اون موقع چنین بود. حتی این تلفظ‌ها هم با همین صورت در نسخه‌های خطی ضبط شده است. جوامردم به جای جوانمردم، همون جوامرد می نوشتن. ببرم عیناً به این ترتیب ضبط شده است. نهایت وفاداری رو نسبت به این مرد نشون می دادن، گویی که تلقیشون این بود که با پیامبر زمانه خود همراه و هم نشینند و همه الفاظ او رو باید مثل وحی ثبت و ضبط بکنن و از اینکه دستخوش تحریف بشود مسون نگه دارند و در این کار نهایت امانتداری رو به خرج دادند. مولانا بسیاری از غزلهاش رو در حالت بیخودی می سرود، وقتی که وجد بر او غلبه کرده بود، وقتی که سماع می کرد، وقتی که در رقص بود. و اینها چنان نبود که مولانا خود بنویسد یا به دیگران بگوید چنین که میگویم بنویسید، یا صبر کند که اونها برسند تا بنویسند. تمام اینها نسخه برداری میشد، چند نفر نسخه برداری میکردند برای اینکه این یادگار بر جا بماند و چیزی ضایع نشود و از میان نرود. به مدت 14-15 سال مولانا مجالس درس اندکی داشت، چون پس از شمس تقریبا مولانا دیگه درس نگفت. یک دو بار بر منبر رفت و مجلس گفت، اون هم به خواهش صلاح الدین زرکوب که او رو بسیار دوست می داشت، ولی بیش از این نکرد. درس هم چندان نگفت. مجالس
محفلی داشت که کسانی دور او جمع می شدن، سوالاتی می کردن، مولانا هم پاسخهای مختصری می داد که همونها رو هم تماما جمع کردن و در کتابی به نام فیه ما فیه در آوردن که اکنون در اختیار ماست و معین و کمک برای خواندن مثنوی است و پاره های از مثنوی رو یا دیوان شمس رو به کمک اونچه که مولانا در مثنوی آورده میتوان در فیه ما فیه آورده بهتر میتوان دریافت. باری گذشت و ایام این چنین سپری میشد. رفته رفته یکی از همراهان و مریدان مولانا به نام حسام الدین چلبی که نام او در سراسر مثنوی و در مقدمه مثنوی آمده است، از مریدان چالاک و بسیار زیرک مولانا، احساس کرد که آرامشی نسبی بر این دریای مواج سایه افکنده است. رفته رفته اون شور نخستین فرو نشسته است. مرد به 56 سالگی رسیده بود مولانا، در نهایت و اوج بلوغ و کمال و پختگی. خواهشی کرد از مولانا و گفت که در مجالس درس ما مریدان، همراهان، اینها کتاب سنایی میخوانند، کتاب عطار میخوانند، چه میشود اگر شما هم بر نهج و بر سبک سنایی یا عطار دیوانی به سرایید و که پس از این کتاب درسی مریدان و پیروان و مشتاقان شما بشود. افسانه ها آوردن که مولانا در جواب حسام الدین گفت که از قضا من خود به این فکر بودم و 18 بیت نخستین این کتاب رو هم سرودم. گفتند که از عمامه خود برگه ای رو بیرون آورد که اون 18 بیت در اونجا نوشته شده بود و پس از او بود که چنگ شعر مثنوی باساز شد. یعنی مولانا به نطق آمد. به نطق آمدن او به سبب این بود که اولا حسام الدین او رو تشویق می کرد، تشویق عظیم می کرد و نهایت جد و اهتمام رو می ورزید تا همه گونه خدمتی رو در اختیار مولانا قرار بدهد، تا اینکه این مرد به سخن بیاید و اون در و جواهری رو که ظرف 56 سال آموخته و اندوخته با دیگران در میان بگذارد. خود مولانا هم احوالی داشت که به او حکم میکرد که رفته رفته ذخایر رو و مواهبی رو که خداوند به او داده و عرضه کرده با دیگران قسمت کند و اونها رو سهیم کند. ما مثنوی رو حقیقتاً وامدار حسام الدین هستیم. خود مولانا همین رو میگفت و اذعان میکرد. در ابتدای دفتر چهارم به حسام الدین میگوید که مثنوی را چون تو مبدع بوده ای، گر فزون گردد تو اش افزوده ای. پیش من آوازت آواز خداست، عاشق از معشوق هاشا کی جداست. با تو ما چون رز به تابستان خوشی، حکم داری هین بکش تا میکشی. او میکشید مولانا را. چنان تعظیم و تواضعی مولوی نسبت به حسام الدین داشت که دیگران رو به تعجب وامی داشت. تظاهر نمیکرد، حقیقتا در او چیزی میدید، کسی میدید، شخصیت ناب و نادری میدید که این همه نسبت به او حرمت می نهاد و در مقابل دیگران او رو تعظیم می کرد. گاهی او رو بایزید زمان می خواند و جنید دوران می نامید و حتی ابیاتی در مثنوی درباره او دارد که اگر مولانا نبود می گفتیم که مبالغه کرده است. گرد این بام و کبوتر خانه من، چون کبوتر پر زنم مستان من. جبرئیل عشقم و صدرم توی، من سقیمم عیسی مریم توی. قصد کردستند این گل پاره ها که بپوشانند خورشید تو را، در دل کوه لعل ها دلال توست، باغ ها از خنده مالا مال توست. توصیف رو ببینید، تحسین رو ببینید
وقتی میخواهد که در وصف و در عظمت کسی مثل حسام الدین سخن بگوید، میگه تمام باغها که میخندند سرچشمه خنده اونها تویی، تو منبع شادی هستی، تو اصل و مادر همه خنده های عالم هستی. از این شما چه نتیجه میگیرید؟ حسام الدین باید شخص خندان و شادانی باشه. مولوی آدمیان غمناک و غمگین رو دوست نداشت، خودش هم غمگین نبود، پیامبر شادی بود، نه پیامبر عشق، نه پیامبر عشق گریه. و این کتابش که مثنوی نامیده شده است، نینامه هم نامیده شده، حسامی نامه هم نامیده شده است به نام حسام الدین، عشق نامه هم هست، سفرنامه روح مولانا هم هست و شادی نامه هم هست. برای اینکه محال است که شما این کتاب رو بخوانید و مخصوصا دیوان شمس رو و از شادی به پرواز نیایید. چنان شما رو سبک روح میکند، شما رو از فرط عاشقی سبک روح میکند که در فضای پر از شادی و خنده شما میپرید. کجا رفته؟ خیلی معذرت میخوام. خب اینم یه زنگ تفریحی بود برای اینکه شما بخندید و اون خنده‌ای که میراث مولاناست در اینجا هم جاری شد. باری احترام فراوان به مولانا، به حسام الدین می نهاد برای اینکه در او چیزی دیده بود و کشف کرده بود و نهایتاً هم او رو خلیفه خود کرد که پس از مولانا بر مسند ارشاد و خلافت نشست و سالهای سال مریدان به او مراجعه می کردن. هیچ کدام اینا البته به پای مولانا نرسیدن، به گرد و غبار اسب او هم نرسیدن، اما با همین احوال نشانی از او داشتن، بوی او رو می دادن. و به همین سبب هم دیگران وقتی که نزدیک اونها می شدند عطر وجود مولانا رو احساس می کردن. مثنوی محصول 14 سال پایانی عمر مولاناست. چنان که گفتم وقتی که این دریای مواج به سکون و آرامش نسبی رسیده بود، رفته رفته برای مولانا فراق شمس یک فکت تحقق یافته غیر قابل تغییر شده بود. امیدی به بازگشت او نداشت و این غم رو در خود هضم کرده بود، شمس رو در خود هضم کرده بود و مثل یک عنقایی از این خاکستر پیروز و پران بیرون آمده بود و دوباره احوال نرمال خود رو باز یافته بود. ثانیاً دو مصاحب و رفیق، یکی صلاح الدین زرکوب و دیگری حسام الدین پیدا کرده بود که هر دو آتش وجود او رو فرو می نشاندند، سرد می کردند و به او آرامش می دادند. صلاح الدین یک فرد کاملاً عامی بود، کسی که بعداً پدر عروس مولانا شد، یعنی دختر او رو مولانا برای فرزند خود، پسر خود به همسری گرفت. فرد زرکوبی بود، طلاکوبی بود، 100% عامی و بی سواد. حتی وقتی که سخن می گفت کلمات رو به شیوه صحیح ادا نمی کرد. در احوال او نوشتن که مثلا به قفل می گفت قلف، به مبتلا می گفت مفتلا، یعنی در این حد از عامیت بود. مولوی هم گاهی همینطور سخن میگفت در مجالس. او هم به خاطر اینکه به دیگران بگوید که اینها عیب کسی نیست، مولانا هم گاهی به قفل میگفت قلف، گاهی به مبتلا میگفت مفتلا و شاید بعضی کلمات دیگر را هم به صورت محرف به کار میبرد. داستانی در مثنوی هست که به گمان من مولانا در اونجا نیم اشاره‌ای و نیم طعن و تعریضی به یاران خود دارد در باب عیب گرفتن بر صلاح الدین زرکوب قودوی. می دانید در داستان‌ها آوردن که بلال از آنگوی پیامبر زبانش می گرفت، حبشی بود، درست نمی تونست کلمات رو ادا کنه. با همه این احوال پیامبر او رو مؤذن خود کرده بود.
اصحاب آمدند و گفتند که آقا این درست نمیتونه از آن بگه، این چگونه است؟ و در اول کار صلاح نیست یک چنین فرد زبان ناگشوده ای رو شما برای گفتن از آن منصوب کنید. مولوی اونجا جواب پیامبر رو نقل میکند که نه، اهمیتی به اینها نیست و به سوز و گداز درونی بلال نگاه کنید. اون وقت در اونجا از زبان پیامبر سخن درشتی با یاران میگوید که بر مشورانید تا من رازتان بازگویم و ولو آغازتان. نذارید پرونده شما رو باز کنم، نذارید بگم خودتون چی کاره اید که حالا اومدید عیب بر این میگیرید. اگر این عیب داره فقط همین عیبه که تو که زبونی حرف میزنه. شما 10 تا عیب نهان دارید، اون عیب سادش بالای معزنه آشکار میشه، از هیچ کسی هم واهمه نداره، باکی نیست. کاش همه فقط همین عیب رو داشتن. در حقیقت مولانا با بیان این داستان و با این لحن درشتی که به کار میبرد به یاران خودش داره خطاب و عتاب میکند که بر مشورانید تا من رازتان بازگویم و ولو آغازتان. این صلاح الدین به گمان من در نظر مولانا یک کسی بود از همون درس ناخواندگانی که مولوی دنبال اونها میگشت، از همون نافیلسوفان نامتکلمانی که اساساً این صفحه ضمیرشون به هیچ نقشی منقش و آلوده نشده بود، همون هایی که حافظم میگفت خاطرت کی رقم فیض پذیرد، هیهات مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی. ورق ضمیر این مرد از نقش پراکنده ساده بود، درس نخوانده بود، امی بود مثل پیامبران، چنان که در جلسه دیگری اشاره کردم. این برای پذیرفتن رقم فیض کاملا آماده تر بود تا کسانی که اهل فلسفه بودند یا کلام بودند و غرور علمی داشتند و نمی توانستند به حقیقت بی پرده نزدیک بشوند. این اون سری بود که در صلاح الدین بود. هم دختر او رو هم برای فرزند خودش که گرفت، نامه های زیادی از مولانا باقی مانده است. شما نگاه کنید 750 سال پیش کسی نامه های خصوصی نوشته است به این و آن، همه حفظ شده است. چنین تعظیم و توقیری در خصوص شخصیت مولانا به کار می بردن. چند بار گویا که دختر صلاح الدین یعنی عروس مولانا از پسر مولوی گله کرده بود نزد مولانا. چند نامه بسیار لطیف وجود دارد، بسیار لطیف، که این مرد به عروس خودش نوشته و گفته که شما دختر سلطان عالمی، شما احترامتون بر ما واجب است، پسر من هر عذری بیاورد البته 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 نپذیرم، هیچ چیزی رو از او قبول نخواهم کرد، او باید سر تا پا در خدمت شما باشد. یک چنین احترامی به دختر صلاح الدین میگذاشت به خاطر احترامی که به پدر او میگذاشت. وقتی که صلاح الدین از دنیا رفت یک قصیده بلند سوزناکی در مرثیه صلاح الدین گفت: ای ز هجرانت زمین و آسمان بگریسته، دل میان خون نشسته، عقل و جان بگریسته، ای دریغا ای دریغا ای دریغا ای دریغ، بر چنان چشم نهان چشم عیان بگریسته. فوق العاده است اون مرثیه و حکایت از گداز درونی مولانا میکند که حس میکرد چه گوهری رو از کف داده است. و از قضا دختر دیگر صلاح الدین به نام هدیه خانم در خانه مولانا بود و با دختران مولانا و فرزندان او زندگی میکرد که بعدن مولوی برای او هم تجهیزی کرد و او رو هم به خانه همسر فرستاد، برای او پدری کرد. صلاح الدین در خدمت مولانا بود. صلاح الدین که رفت، حسام الدین به جای او نشست و این حسام الدین بود که البته درس خوانده بود و سالهای سال در خدمت مولانا به سر برده بود و چنان که گفتم مرد زیرک و مدیری بود و توانست که خودش به کمک یارانی که داشت نگذارد حتی یک کلام، یک واژه از اون که از زبان و دهان مولانا بیرون میاد ضایع بشه و نادیده بماند، همه ثبت و ضبط میشه.
ظرف 14 سال این مثنوی در اون دوران طمأنینه نسبی مولانا سروده شد. پس از دفتر اول باز چنان که می دانید 2 سال در سرودن مثنوی وقت افتاد و خود مولانا در پایان دفتر اول و در آغاز دفتر دوم به این وقفه اشاره می کند. مولانا همینقدر می گوید که این لطف دل که از یک مشت گل ماه او چون می شود پروین گسل، و در پایان هم می گوید که سخت حاکامیز می آید سخن، آب تیره شد سر چه بند کن، تا خدایش باز صاف و خوش کند، اون که تیره کرد هم صافش کند. صبر آرد آرزو را نیشتاب، صبر کن و الله اعلم بالصواب. این آخرین بیت دفتر اول مثنوی است و 2 سال می گذرد تا مولانا دفتر دوم رو می آغازد و بعد 5 دفتر به ترتیب پشت هم و بی وقت و بی فاصله به مدت 10 سال سروده می شوند. و گویا وقتی که مولانا داستان شهزادگان رو که در پایان دفتر ششم آمده ناتمام می گذارد، 4 روز در بیماری به سر می برد و تب شدیدی او رو فرا می گیرد و در پایان 4 روز در اون غروب غم‌انگیز پاییزی در 16 دسامبر چشم از جهان فرو می بندد و داستان شهزادگان در دفتر ششم ناتمام می ماند که شارحان مثنوی حرف ها و بحث ها دارند که این ناتمام ماندن رمزی و سمبولی از چیزی است یا صرفاً به سبب به پایان رسیدن عمر مولانا و غلبه بیماری ناتمام مانده است. این که وقفه بین دفتر اول و دوم می افتد، اون چی که در کلام مولوی ظاهر است این است که احوال روحی او مساعد نبوده است. همین مقدار، بیش از این ما از کلام او برداشت نمی کنیم که می گوید که صفای خاطر او آشفته شده است، لطف دل از یک مشت گل آشفته و شوریده و آلوده شده است و سخت خاکامیز می آید سخن، یعنی طبع جوشش پیشین رو ندارد و آب از این چاه به قوت نمی جوشد. و مولانا به خود می گوید که به خیشتن زخم نباید زد، فشار نباید آورد، صبور باید بود و همچنان که خدا در ابتدا این طبع رو و این چاه رو به جوشش آورد، باز می نشینم و به انتظار وقتی که دوباره در جوشش آید تا خدایش با صاف و خوش کند، اون که تیره کرد هم صافش کند. صبر آرد آرزو را نیش تاب، صبر کن و الله اعلم به صواب. 2 حادثه هم در اینجا رخ داده بود. یکی مرگ پسر مولانا. پسری داشت مولانا به نام علاءالدین که پسر بزرگ او بود. گویا که به لحاظ طریقت و شریعت چندان همراهی و مرافقت با پدر نداشت. فقیه متشرعی بود و طریقت پدر رو مثل بسیاری از فقیهان عصر خود مولانا نمی پسندید. فی المثل این که مولوی تدریس رو کنار گذاشته، اهتمام بلیغی نسبت به فقه نمی کند، یا رسم سماع در پیش گرفته و به موسیقی اهمیت می دهد و می رقصد و چنین و چنان، اینها خب برای متشرعان زمانه مطلقاً پذیرفتنی نبود و فقط به خاطر شخصیت مولانا در مقابل او سکوت می کردند و چیزی نمی گفتند. اگه کسی دیگری بود خاک خانه او رو به توبره کشیده بودند و 100 بار او رو دفن کرده بودند. ظاهراً کدورت دیگری هم پسر مولانا علاءالدین از پدر داشت و او چنان که نوشتند و ما در این باب قطع و یقین نداریم، کیمیا خاتون که در حرم مولانا بود، دختر همسر دوم مولانا بود که پس از وفات همسر اول به خانه او آمده بود، این کیمیا خاتون جوان رو مولانا به شمس تبریزی داد. نوشتن که احتمالاً این پسر کیمیا رو میخواست و به همین دلیل هم شکرابی میان شمس و علاءالدین شده بود. بیش از این رو ما نمیدانیم. باری وقتی که در سال 660، یعنی در همون فاصله سرودن دفتر اول و دفتر دوم، علاءالدین از دنیا رفت،
داغ بزرگی بر دل مولانا نهاد. مولوی به سر تشییع جنازه او نرفت، بر سر مزار او نرفت. شارحان و مورخان نوشتند که این دو علت داشت. بعضی ها گفتند که چون از او مکدر بود از دست پدرش پسرش، بعضی ها هم نوشتند از فرط غمناکی و اندوه نرفت. باری این یک حادثه بود که رخ داد. حادثه دیگه همسر حسام الدین وفات کرد. نوشتند که حسام الدین این همسر خودش رو بسیار دوست می داشت، محبوب او بود، معشوق او بود، ولذا از دست رفتن او حسام الدین رو هم در یک اندوه عمیقی فرو برد. خب شاگرد و استاد هر دو در عزای محبوبان خودشون نشسته بودن. شاید همراه با این اتفاقات روحی ویژه‌ای هم برای مولانا افتاده بود که به هر صورت 2 سال از سرودن مثنوی باز ماند و تیرگی در آب چاه طبع او افتاد و تا به تدریج رفع شد و دفتر دوم رو آغاز کرد که به تعبیری که خود او در ابتدا آورده است که مثنوی که صیقل ارواح بود، بازگشتش روز استفتاح بود، که این روز استفتاح اتفاقا روز 15 رجب بوده که ما پس فردا 15 رجب است و از روزهای عید و مبارک شمرده می شد. مولوی هم اون رو به فال نیک می گیرد. مطلع تاریخ این سودا و سود سال هجرت 662 بود. پس ما به یقین و از طریق سخن خود مولانا می دانیم که دفتر دوم سال 662 آغاز شده است و وفات مولانا در سال 672 است. بنابراین ظرف این 10 سال این 5 دفتر هر کدام طی 2 سال سروده شده است و پایان دفتر ششم با پایان عمر مولانا منطبق شده است. سبک مولوی در سرودن مثنوی سبک بسیار ویژه است، تقریبا بیمانند است. مولوی با تدائی حرکت می کند، نه اینکه هیچ پلنی در خاطر نداشته باشد، اما با تدائی حرکت می کند. مرحوم آقای عبدالحسین زرینکوب در کتاب سرنه خودش و همچنین در کتاب پله پله دا ملاقات خدا، که هر دو کتاب بسیار عالی و نیکو هستن، اونها که نخوندن حتما بخوانن، برای این جلسات ما هم بسیار مفید است. ایشان یه تعبیر رو به کار میبرد، میگوید که سبک مولانا در سرودن شعر سبک منبری بود، همونطور که منبری ها بر منبر میروند و یک ایده اجمالی در ذهن دارند، بعد روایتی میخوانند، شعری میخوانند، قصه ای میگویند، نظر به احوال مخاطب میکنند، اگر حوصله سر رفته یک جوکی لطیفه ای میگن، اگر که احوال دیگری داره مطابق اون حالت چیزی میگن، گاهی بانگی بر مستمعان میزنند که چرا خوابتون رفته، چرا خوب گوش نمیدین، گاهی میگن یک صلوات بلند ختم کنید، گاهی میگن حالا چرا امروز رسم شده صلوات رشید ولایی ختم کنید. همه اینها میگوید که مولانا هم کم و بیش همینطور بود، برای اینکه میدانید مولوی خود این ابیات رو که نمی نوشت در خلوت، بلکه در جمعی می نشست و اینها رو می سرود و حسام الدین و دیگر یاران اون همه رو نسخه برداری می کردن و شاید بعدن، شاید، من به یقین نمی توانم بگویم، به مولانا نشان میدادن که در مواردی حق و اصلاح مختصری صورت بگیرد. اگر همچنین میشده حق و اصلاح مختصری بوده، برای اینکه من دلایل بسیار دارم. ابیاتی در مثنوی هست که با اندک دستکاری از اینکه هست بسیار بلیغ‌تر و شیرین‌تر و جذاب‌تر می‌شود و این قطعاً در توان مولانا بوده است. مولوی سخنگوی فوق العاده بلیغ و گویایی بود و انبان او از فصاحت پر بود، اما چون در حضور جمع و به سرعت سخن میگفت و شعر میگفت، در بند اینکه ویرایش کند نبود، اما اگر فرصتی برای ویرایش پیدا میکرد قطعا مثنوی از لحاظ بلاغت بسی 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 بهتر و بیشتر از این بود که اکنون هست. اما اونها رو به حال خود رها کرده است. خودش هم اشاره می کند، همه تون این ابیات رو در خاطر دارید که قافیه اندیشم و دلدار من گویدم مندیش جز دیدار من، خوش نشین ای قافیه اندیشه من، قافیه دولت تو ای در پیش من،
لفظ و حرف و صوت را برهم زنم تا که بی این هر سه با تو دم زنم. اون دمی را که نگفتم با خلیل، اون دمی را که نداند جبرئیل، اون دمی که از آدمش کردم نهان، با تو گویم ای تو اسرار جهان. لذا قافیه اندیشی نمی کرد، در فکر این که ابیات زیبا از آب در بیاد تراشیده، نه در این فکر نبود. اگر چنین میخواست اون موقع این همه تولید کثیر نمیتوانست بکنن، تولیداتش میشد مثل حافظ. حافظ هم 70 و چند سال عمر کرد مثل مولانا و شاید هم بیش از او، اما تمام محصول عمر او 450 غزل است. برای اینکه این غزل ها رو مینشست میتراشید و میناگری میکرد. نسخه های متعدد که از غزل های حافظ در اختیار ماست به دلیل دست بردن های خود حافظ در غزل های خود اوست، نه دست بردن های نسخه نویسان. غزلی رو می سرود، در مجلسی می خواند، نسخش رو به دیگران می داد، بعد می رفت در خانه در خلوت و کار می کرد روی این غزل، اون رو بلیغتر و بلیغتر و بلیغتر می کرد و نسخه تراشیده میناگری شده نهایی او رو بعدن در اختیار قرار می داد. مولوی این کارو نمی کرد. اگر می خواست بکنه که 60,000 بیت از او باقی نمانده، 25,000 بیت در مثنوی، 35,000 بیت هم در دیوان شمس، وقت این کارها رو نداشت. قافیه اندیشم و دلدار من، گویدم من دیش جز دیدار من. فقط به فکر من باش، فکر قافیه نباش، فکر وزن نباش، فکر زیبایی کلام نباش. در این حال وقتی که مولانا گرم کلام می شد، بدون اینکه خود او تسلطی یا وقوفی داشته باشه، چنون پارهای گرم از این کوره طبع او بیرون می آمد که اوج زیبایی و فصاحت است. ابیاتی نزدیک 2,000 بیت در مثنوی هست که عالی است، بلکه فوق عالی است از نظر فصاحت و بلاغت و شیوایی. من اونها رو جمع کردم تحت عنوان غزل‌های مثنوی. اما خب مولوی خودش رو آزاد می نهاد، مثل یک چشمه‌ای که از بالای کوه روان میشه، به هر طرفی میره، به سنگ میرسه، به راه مسطح میرسه، منحرف میشه، بالا میره، پایین میاد، با همه چیز میآمیزه، با خاشاک، با خاک، با گل. از هیچ یک از اینا پرهیز نمی کرد، همینطوری طبیعی میجوشید، صنعت نمی کرد. این خیلی مهمه، در کار مولوی صنعتگری نیست، صنعتگری کار حافظ است، مواردی کار سعدی، سعدی هم کمتر صنعتگری میکرد. مولوی طبیعی طبیعی است، یعنی به همون صرافتی که لفظ از طبع او میجوشید و از دهان او بیرون میافتاد، همون رو باقی میگذاشت بدون اینکه دستکاری بکنه، عوض بکنه، تغییر فوق العاده ای بدهد. و این کتاب به نام مثنوی در همین حال است. چون ما به پایان سخن نزدیک میشیم و من دیگه نرسیدم که به مقدمه مثنوی بپردازم، مایلم یک دو نکته را همینجا بگم که باز جنبه مقدمی داره و ورود در این دریا که سفرنامه روح مولانا هم هست رو به نوبت آتی انشالله بسپاریم. مثنوی با بسم الله شروع نمی شود و با وصف خدا و نعت پیامبر شروع نمی شود. هیچ یک از دفترهای مثنوی این چنین نیست و نه اینکه این کار سابقه نداشته باشد، سابقه اندکی داشته، کتابی به نام رحیق التحقیق که قبل از مولانا نوشته شده بود و احتمالاً مولانا هم دیده بود همینطور. اما لازم نیست که بگوییم مولانا از اونها تقلید کرده، حتما برای خود دلیلی داشته، رازی دارد این کار. مولوی در ضمن سرودن مثنوی و در درج کلام هر جا که حال او اقتضا می کرده و ناگهان جذبه‌ای او رو در خود می گرفته، نام خدا رو می برد، مناجات‌های بسیار لذیذ و لطیفی از زبان او صادر می شود، اونم مناجات های عمیق، خواسته های فوق العاده عمیق و عارفانه، قطره دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خیش، پیش از این که این خاک ها خسفش کنند، پیش از این که این بادها نشفش کنند. این دعاها رو می کرد
با خداوند، هر وقت که حال او اقتضا میکرد. این که میگم صنعت نکرده به همین سبب است. در سرودن مثنوی، در آغاز کلام حالی نداشته است که در اونجا با خدا سخن بگه، لذا حرف خودش رو گفته، گذشته تا وقتی که اون حال پیدا بشه، تا خدایش با صاف و خوش کند، اون که تیره کرد هم صافش کند. حقیقتا این چنینه. صنعت کردن همینه که شما مثل نظامی، مثل سعدی، وقتی که دیوانتون، کتاب شعرتون آغاز می شود، یک بخشی رو به خدا اختصاص بدهید، یک بخشی رو به نعت پیامبر، اشکالی ندارد. اما این یک عمدی می خواد، یک عزمی می خواد، و مولانا این عمد رو به کار نمی برد، خودش رو وادار نمی کرد، تکلفی نمی ورزید، به صرافت طبع و با همون طبیعی بودن وضع سخن می گفت. اما جای جای وقتی که نوبت می رسید و ناگهان این عنان به سوی آسمان کشیده می شد، وقت او هم رو به آسمان می کرد و چنان که گفتم لطیفترین و صمیمیترین سخنان خودش رو با خداوند در میان می گذاشت. باز خر ما را از این نفس پلید، کاردش تا استخوان ما رسید. اینا سخنانی بود که مولوی در جای خودش می گفت، وقتی که ناگهان احساس می کرد که در چنگال شیطان قرار گرفته و این نفس پلید کاردش رو تا استخوان او فرو برده، زجه می زد، التماس می کرد و به صمیمی ترین وجهی دعا می کرد که خداوند او رو از دست دیو رهایی ببخشد. این از سر اون که مثنوی با نام خداوند آغاز نمی شود، اما خداوند همه جای این کتاب حضور دارد، همه جای این کتاب حضور دارد، نامش باشد یا نباشد. اصلا شما اگر از عارفان بشنوید، گاهی نام خدا رو نمیارن، نام دیگری رو میارن، برای اینکه غیرت میورزند با نام خداوند. یعنی سکه‌ای نیست که همه جا خرج بشود، نباید دست مالی بشود. بذارید اون غزل مولانا رو براتون بخونم که شنیده اید، که آمده ام که سر نهم، عشق تو را به سر برم، بر تو بگویم که نی نی شکنم، شکر برم. جای شرح این غزل جای دیگری است، جای دیگری بعد من شرح بدم. آمده ام که ره زنم، بر سر گنج شه زنم، آمده ام که زر برم، زر نبرم خبر برم، اوست نشسته در نظر، من به کجا نظر کنم، اوست گرفته شهر دل، من به کجا سفر برم. اون که به پیش تیغ او کوه شکاف می کند، پیش گشاد تیر او وای اگر سپر برم. خب حالا این شعرها، به این شعر توجه کنید، در این غزل منظور من این است. میگوید در هوس خیال او همچو خیال گشتم، و سر رشک نام او نام رخ قمر برم. من به خاطر اینکه نام او رو نبرم اسم ماهو میارم، از سر رشک نام او نام رخ قمر برم. و در پایانش چی میگه؟ این غزلم جواب اون باده که داشت پیش من، گفت بخور، نمیخوری پیش کس دیگر برم. خب این رو من جای دیگه شرح خواهم کرد، اما به این نکته فقط میخواستم شما رو توجه بدم. در هوس خیال او همچو خیال گشتم، و سر رشک نام او نام رخ قمر برم. من هر جا اسم ماهو میارم، اسم خورشید رو میارم، منظورم اونه، اما اسم او رو نمیارم، فاش نمی کنم. معشوق رو همه جا اونقدر متعالیست نمیشه اسمش رو آورد. یه شعری هست از مجنون، مشهور است دیگه، اشعاری از مجنون باقی مونده به عربی، یکیش اینه: و ای یا که واسم الامریته، اننی اخاف علیها من فم المتکلم. اسم لیلا رو نبر، اسم لیلا رو پیش منم نبر، حتی که مجنونم، میترسم این لب و دندان تو به او لطمه بزنه. خب ببینید، کسی که غیرت میورزد به معشوق خود، رشک میبرد، اسمش رو راحت به کار نمیبرد. لذا هم عشق است هم محبت است، این دوتا با هم که ترکیب میشه باعث میشود که شما در حضور پرهیبت او که می نشینید دست و پاتون رو گم میکنید، نمیدونید اسمشو بگید اسمشو نگید، به او خطاب بکنید و خطاب نکنید، و میشه همون که
مولانا گفت شاه با تو گر نشیند بر زمین، خیشتن بشناس و نیکوتر نشین. پادشاه اومده پیشت نشسته، او تواضع کرده، تو چرا بی ادبی میکنی، بی حرمتی میکنی؟ خیشتن بشناس و نیکوتر نشین، خودتو جمع کن، با ادب بنشین. شاه اومده رو زمین، خدا اومده روی زمین نشسته، شاه با ما نشسته و هم نشینی میکنه، ادب ما کجا رفت در مقابل شاه که اسم کوچک او رو صدا نمیزنن؟ شاه با تو گر نشیند بر زمین، خیشتن بشناس و نیکوتر نشین. و مولوی خودش رو در حضور این شاه میدید، نیکوتر می نشست، با ادب، با حرمت، گاه گاهی هم با همون حرمت و با همون صمیمیت و با همون خضوع و تواضع نام او رو می برد. یک مقدمه به زبان عربی بر مثنوی نوشته شده، اون رو هم خود مولانا نوشته، اونجا نام خدا هست، بسم الله. اینا رو مولوی بعد از سرودن مثنوی نوشته است و به این کتاب زمیمه کرده. اون دیگه مال اوقات بی خودی او نیست، مال اوقات با خودی اوست. اونجا سعی کرده که رسم کتاب نویسان رو به عمل بیاورد و چنان کند که دیگران میکنند، و لذا مثنوی رو با اون مقدمه فوق العاده پرمغز و پرمطلب آغاز میکند که من خواندنش رو و شرحش رو به نوبت دیگر می سپارم. از عزیزان و حاضران هم و غایبان هم تقاضا می کنم که این مقدمه رو حتما بخوانند، به زبان عربی است، پاره از مثنوی ها که چاپ شده ترجمه فارسی این رو دارند. و من سخن امروزم رو با همین کلام مولانا ختم می کنم که گفت که سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. انشاءالله اون سینه رو پیدا خواهیم کرد، شرح درد اشتیاق رو از زبان مولانای عظیم خواهیم گفت. و السلام علیکم، به خدا می سپارم شما. ممنون از همه دوستان که با آرامش و خیلی جلسه بسیار سنگین و خوبی بود. ممنون از اینکه رعایت کردید رفت و آمدها رو. من فقط یه دقیقه از ICCNC که اعلامی هست که اگر لطف کنید ICCNC.org مراجعه کنید برای جزئیات. ولی این شنبه آقای دکتر سروش ساعت 3:30 تا 5:30 جلسه سوم شرح غزلیات شمس رو دارن اونجا، و همچنین ICCNC فاندریزینگ برای یه جشن برای حضرت امام علی دارند و برنامه آقای دکتر مبانی هست. و دیگه بقیه جزئیات رو لطفاً از اونجا ببینید. من عذر میخوام اگر که کامل نگفتم. اگر دوستان سوالی دارن تا ساعت 8 ما اینجا هستیم و میتونیم در حقیقت سوالاتتون داشته باشیم، لطفاً کوتاه باشه و اگر قبلا سوال رو نوشته باشید که خیلی بهتر خواهد. از بیرونی ها هم اگه سوالی میشه امروز نمیتونیم این رو انجام بدیم، اشارت از دفعات بعد از کسایی که حضور دارن لایف نگاه میکنن برنامه رو هم خیلی دوست داریم که استفاده کنیم، مخصوصا کسانی که دور هستن. یه اشاره کنم که چند تا مهمان داریم اینجا از ساکرامنتو اومدن، از ساعت 1 در راه بودن و دوستان دیگر که از سر کار اومدن و همه میتونیم که علاقه من بودن که در این جلسه باشیم. اگر سوالی هست من میکروفون رو رد کنم که با این صدا رو داشته باشیم. من میشه لط این برای کسایی که لایف میشه برشید میشه یه خیلی مختصر در مورد خود شمس صحبت کنیم؟ من در این باب آخه زیاد سخن گفتم، مراجعه کنید به سخنان پیشین، نمیخواستم تکرار بشه. ماجرای شمس و مولانا و اون داستاناشون رو خیلی ها میدانن و در خیلی از جاها میتونید پیدا کنید و بخوانید. بله این اول سوال هست اگه بهشون میدن برای کسایی که لایف دارن نگاه میکنند. آقای اسفندیار این چهرهایی که فرمودید غزلهای خوبه خیلی حالا از نظر کلام برکبیم فرمودید که ما جمعوری کردم به نام غزلیات مثنوی. بله جواب نشده. نخه اینا حتی سرش نخه نه
یه جایی بودیم در یه مجلسی، جدی میگم، در کانتیکت اونجاها بود، یا آقایی بلند شده بود و برای اینکه سوالی میکرد از خطیب و خیلی سوالش طولانی شد. مدیر جلسه گفت آقا شما حق نداره اینقدر وقت مردم بگیرین. گفت بنده در این مسئله که دارم سوال میکنم یک کتاب نوشتم، بنابراین حق دارم که سوال طولانی کنم. بعد یکی از ایشون پرسید کتابتون کجاست؟ گفت هنوز چاپ نشده. بلا تشبیه، بله. نه در اختیار خودم هم اینجا نیست. بله بله. سوال این طرف دارم خانم. تیتر شروع ابیاتش نوشتارها با اشعار فرق میکنه، نحوه بد تعریف کردن اینها فرق میکنه. مثلا یه در صفت پیر و متابعت وی، مثلا این لغت ها با این حالت اصلا توی اشعارش از این لغت ها استفاده نمی کنه. ما خوب حرفاش رو می فهمیم، وقتی که اشعارش رو می خونیم درک می کنیم، ولی اون تیتری که میگه یه جور دیگه است. من گاهی وقتا فکر می کنم که اینا اصلا این اشعار بهش الهام می شده که اینطور بیان می کرده و چرا خودش رو خاموش می نامید. در این که مولانا اقلن در پاره ای از موارد و پاره ای از موارد و مواقع مورد و مشمول الهام واقع می شده، به نظر من جای تردید نیست. حالا ولو این که ما نتوانیم معین کنیم به دقت که کجا و چگونه، خود مولانا چند جا این اشاره رو میکنه که یک کشنده‌ای هست که من رو میکشه. گاهی من میخوام حرف نزنم، چون که خاموش میکنم من از رشد، او به صد نوعم به گفتن میکشد. من میخوام خاموش باشم، ولی او به صد راه، به صد جور منو به حرف میکشه، به گفتن میکشد. یک زمان بگذار ای همره، در ابتدای اوایل دفتر دوم است، یک زمان بگذار ای همره ملال، تا بگویم وصف خالی زان جمال، در بیان ناید در سخن ناید بیان حال او، هر دو عالم چیست عکس خال او، چون که من از خال خوبش دم زنم، نطق میخواهد که بشکافت تنم. میگه من در مواردی انقدر پر از حرفم که یک دهان که هیچی، هزار تا دهانم داشته باشم کافی نیست برای اینکه حرفامو بزنم. مثلا این نطق میخواد منو پاره پاره کنه و بیرون بزنه از این وجود من، از همه نقاط، از هر موی من یه زبانی بشه و حرف بزنه. خب در جای دیگه باز میگوید ای تقاضاگر درون همچون جنین، چون تقاضا می کنی اتمام این، سهل گردان رهنما توفیق ده، یا تقاضا را بهل بر ما منه. میگه یه تقاضاگری مثل جنین در درون من است که این هی به من نهیب میزنه و میگه بگو. یا در غزلهای خودش اشاره میکنه ای که درون جان من تلقین شعرم میکنی، گر تن زنم خاموش کنم ترسم که فرمان بشکنم. نی نی منم مهمان تو، سرخیل مهمانان تو، جامی دو با مهمان زنم تا شرم مهمان بشکنم. یک کسی درون جان او تلقینش میکرده، یک کشندهی او رو میکشیده، یک تقاضاگری از درون تقاضا میکرده و این فشار تقاضا، این نیروی تقاضا او رو به سخن گفتن، به شعر گفتن وامی داشته.
این حرف درسته و درستر است در مورد غزل‌های مولانا، چون در دیوان شمس مولوی واقعا یک دیوانه است، در دیوان کبیر یک دیوانه کبیر است، ولی در مثنوی یک معلم است، یک آموزگار است. و خب شأن آموزگاری این است که شما با خیشتن باشید و مراقب شاگرد باشید و موافق ذهن او و یا سؤال او سخن بگویید، یک مرتبه از مسائلی سخن نگید که در خور فهم مستمع نیست. البته مولوی گاه گاه هم در مثنوی به خودش نهیب میزنه که حرفام رفت، به جاهای رفت و به مرزهای نزدیک شد که دیگه خارج از فهم مستمعان است، چون که جمع مستمع را خواب برد، سنگهای آسیا را آب برد، نکته ها چون تیغ پولاد است تیز، گر نداری تو سپر واپس گریز، پیش این الماس بی اسپر میا، کز دریدن تیغ را نبود حیا. خب میگه یه وقتا حرفای من به تیزی شمشیره، چیزایی رو میبره و میدرد که در تحمل و طاقت شما نیست. خب ولی گاهی همونا رو هم میزنه و یه لفافه ای اونها رو میگه، این درسته. اما این که ما بگیم سر تا پا، یعنی از اون الف تا یا، این چنینه به نظر نمیاد. مثلا ببینید تو خود مثنوی مولانا یه جاهایی میگه که این سخن ناقص بماند و بیقرار، دل ندارم بی دلم معذور دار، حوصله ندارم، میگه معلول شدم، میگه نمیتونم بگم، حالا ولش کنیم دیگه، بریم فردا بیار بشینیم با هم صحبت کنیم. میشمارم برگ های باغ را، میشمارم بانگ کبک و زاغ را، خودمو به این چیزا مشغول کردم. خب همینه دیگه، بالاخره انسان بود دیگه، لطف دل به قول او پروین گسل میشد یا اون آب طبع تیره میشد. ولی یک نکات الهامی در کلام مولانا هست، خودش هم عرض کردم، اشاره میکنه، میگه یک کشنده هایی هستن که به من اجازه خموشی نمیدن. اما اینکه چرا خودشو خموش میخوانده در همه غزلهاش نیست، ولی چرا در بسیاری از غزلها، در پایان غزلها به صورت یک تخلص، به صورت یک تخلص مولانا خموش، گاهی شمس میگه تخلصهای شعریش، گاهی هم خموش یا خاموش یا خموش و امثال اینها. ببینید واقعش اینه که مولوی همه حرفاشو نزده، یعنی حقیقتا با این هم حرف که زده خاموشی گزیده، ولی دنیا رو پر میکرد، حقیقتا خاموش بوده و خودش رو کند. من ز شیرینی نشینم رو ترش، من ز بسیاری گفتارم خاموش، میگه من اینقدر حرف دارم که اگه بگم دنیا منفجر میشه، من باید خاموشی پیشه کنم. این یه دلیلشه. دلایل دیگه هم داره، دلایل زیاده در کلام مولانا، در جایی که مناسبتی بود رسیدیم من بیان خواهم کرد. یک جاهای مولوی در حقیقت به خودش نهیب میزنه، میگه داری زیاد میگی، لازم هم نیست این همه بگی، پخت سخن مردی ولی گفتار خامت میکنند. یه خیلی حرف پخته داری که بزنی، اما گفتار خامت میکنند، زیاد حرف نزن. با همه این احوال که خیشتنداری میکرد و مواظب و مراقب بود که گفتار زیاد او رو خام نکنه، و با همه این احوال که میگفت من یه جاهایی میخوام نشون بدم نمیخوام بگم، خیلی این سخن مولانا من یاد ویتگنشتاین مرحوم میندازه. ویتگنشتاین میگه بعضی چیزا نمیشه گفت، فقط بعد نشونشون داد. همینه مولوی میگه آینه ام آینه ام مرد مقالات نیم، دیده شود حال من ار چشم شود گوش شما. من منتظر یه وقتی هم که شما گوشتون تبدیل به چشم بشه که من لازم نباشه بگم، شما با گوشتون هم منو ببینید. خیلی مسئله مهمی است این، یعنی انقدر من حرف دارم، بعضیش دیدنیه، بعضیش گفتنیه، بعضیش شنیدنیه، بعضیش هم نگفتنیه و بنهفتنیه. وقتی که مولوی مثلا در وصف همین سالکان و اولیاء الهی میگوید که اینا میان تا کنار دریا، دوباره بحث دریا، بعد میگوید که تا به دریا سیر اسب و زین بود، بعد از آنت مرکب چوبین بود، مرکب چوبین به خشکی ابتر است، خاص اون دریاییان را رهبر است.
اینا رو میگه. بعد میگه که این سخنها تا بدین جا گفتنیست، هر چه آید بعد از این بنهفتنیست. ور بگویی ور بکوشی صد هزار، هست بیگار و نگردد آشکار. خودش متوجه میشد یا در یه مواردی یه دفعه نهیب میزد بر کنار بامی ای مست مدام، پست بنشین یا فرودا و سلام. رسیدی به لب بام، یه کلمه دیگه بگی از بام سقوط کردی، یا اونی که میشنوه سقوط خواهد کرد دیگه، یا بیا پایین یا پست بنشین، برو عقب بر لبه بامی. خودش متوجه میشد که به مرزهای رسیده، به خطهای قرمزی رسیده که نباید عبور بکنه، دست کم در جمع عوام نباید عبور بکنه، اونها رو بگذاره تا به خواص برسه. حتی در حکایاتی که از مولانا رسیده میگه، حساب الدین میگه، میگه روز اومد خونه من و گفت تنور رو بتاب، داغ کن، آتش کن، و من آتش کردم، گفت کاغذ بیار، کاغذ بیار، کاغذ می آوردم و همین طور مولانا می نوشت شعر می نوشت، و همون طور که می نوشت بعد می انداخت توی آتش و اینها می سوخت. گفت از غیب آمدند و به غیب الغیب می روند، اینا به کار کسی نمیاد، فقط من مجاز بودم همین مقدار اظهارشون کنم. بعضی کلمات فقط در درون مولانا جاری بود، به بیرون نمی اومد. توجه میکنید رفتن این آب فوق آسیاست، رفتنش در آسیا بحر شماست، چون شما را حاجت طاحون نماند، آب را در جوی اصلی باز راند. از اشارتهای دریا سرمتاب، اشارت دریا چیه؟ یعنی خاموش باشه، لب ببند، هرچی در درونت و درون اعماقه اینها رو پوشیده نگه دار، فهم کن، والله اعلم بالصواب. لذا مولانا یکی بحر شعار بودنش بود، یکی پر از اسرار بودنش بود که او رو خاموش نگه می‌داشت و به او الزام خاموشی می‌کرد، یکی هم پرگفتار بودنش بود که به او الزام خاموشی می‌کرد، نمی‌تونست بگه. یکی هم این که همین که ما چو واقف گشته ایم از چون و چند، قفل بر لب‌های ما بنهاده‌اند، تا نگردد رازهای غیب فاش، تا نگردد منهدم نظم معاش، تا ندرد پرده غفلت تمام، تا نجوشد دیگ مهنت نیم خام. یا در جای دیگه‌ای که وقتی باز وارد کلامی میشه و توضیحاتی داره میده، بعد یک مرتبه میگه ای دریغا ره زنان بنشستند، صد گره زیر زبانم بستند. گاهی نمیتونم حرف بزنم، در حضور همگان نمیتونم، گاهی از درونم صد حریف خوش نفس، دست بر لب میزند یعنی که بس. او به من میگه دیگه نگو، دیگه ادامه نده. انواع دلائل و علل داشت که مولوی خاموش بود و خودش رو خاموش میخواند، همه اینها در کاره. هنوزم شاید چیزای دیگه باشه که اگر به ذهنم برسه براتون خواهم گفت. جا برای یک سال دیگه داریم دوست عزیزم اینجا یه دو سوال خیلی مختصر بپرسم. خیلی مختصر. در مورد اصلا شدیم به بحث جلسه های علمی نزدیکتر باشیم، ولی فرمودیم که مولوی با نام خداوند آغاز نکرده. بعضی خود نظرشون اینه که حرف از نی و نیستان زده، اشاره به در واقع انسان و خداوند داره و به نوع دیگه ای دوباره همین کار انجام داده. یکی میخواستم در مورد این نظرتون رو بدونم. مورد دوم این هست که میخواستم بدونم ترتیب خودتون ترتیب خاصی رو شما توی اشعار مثنوی حس می‌کنید، حس می‌کنید که مثلا پخته‌تر شده یا نظم خاصی رو توش می‌بینید؟ در مورد سال اولتون، ببینید من که عرض کردم مثنوی خدا در همه مثنوی حضور داره، یعنی هم جایی که مولوی بحث نی می‌کنه و قربت و جدا شدن از نیستان، اینا درست، اینا همش هست. بحث من بر سر تصریح به نام خداوند بود، ملا حضور همه جایی بود که همیشه احساس میشه. در مورد دوم حقیقتش اختلاف نظره. یک حکایتی از مولانا نقل شده که کسی از یاران او از او پرسید که آیا دفترهای مختلف مثنوی رو بر همدیگه فضیلتی تفضیلی هست، و او گفت که دفتر اول مثل آسمان اول، دفتر دوم مثل آسمان دوم،
و اینا مثلا آسمان دوم همون والایی رو که نسبت به آسمان اول داره، دفتر دوم نسبت به دفتر اول داره و همینطور. احتمالاً هم حکایت نادرستی است، همین افسانه های فراوانی است که در اطراف او پدید آوردن. شخصا من احساس من این است که دفتر ششم مثنوی متعلق به دوران ضعف مولاناست و کلمات و عبارات ناپختگی بیشتری نشان میده، سستی بیشتری نشان میده. معلومه که مولوی حوصله پیگیری کامل رو نداره و اشعار به بلاغت دفترهای پیشین نیست. یه نکته. نکته دومی که به نظر من و گمان میکنم که در این مسئله دیگران هم با من همراه باشن، دو دفتر سوم و پنجم اوج معرفت اندیشی مولانا و تجربت اندیشی اوست. بهترین تجربه های عشقی و معنوی و عرفانی خودش رو مولانا در دفتر سوم نهاده، در دو تا داستانی که داستان دقوقی و دیگری داستان عاشق بخارایی. و دفتر پنجم هم از حیث بحث‌های خصوصا مربوط به نسبت خدا و انسان و انسان و خدا و جهان و خصوصا مسئله جبر و اختیار و پاره از این دقایق، نکته‌ها و بصیرت‌های فوق العاده عمیقی آورده است. این چنین است. من خودم مثنوی رو که آغاز به شرح کردم از داستان عاشق بخارایی شروع کردم. اون یک قطعه گوهر آسایی است در تمام مثنوی و اونجا مولوی حقیقتاً وجود خودش رو بر آفتاب افکنده است. توجه میکنید، بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست، آن نقد حال مولاناست. و شما مولوی رو خود بشناسید، داستان عاشق بخارایی و صدر جهان در هزار بیت پایانی دفتر سوم مثنوی رو میخوانید و حتی داستان دقوقی در همین دفتر سوم رو که در بخش‌های آغازی نشه، که یکی از اون تجربه‌های ناب عجیب مولانا رو نشون میده. این دقوقی رو هیچ کسی پیدا نکرده که کی بوده و علی ظاهر یه شخصیتی است که مولوی ساخته و خودشه و درباره او سخن میگه و حرف‌های عجیبی میزنه. دفتر پنجم هم همینطور. حالا افراد البته سلیقه خودشون رو دارن، ولی تلقی من و دریافت و برداشت من این چنین است. اما خب همه اینها برای ما مقتنم است، به هر حال هیچ کدام چنان نیست که ما رو از دیگری مستغنی میکنه. اگر اجازه بدید سوال کوتاه بگم تو 5 دقیقه باقی مونده. من یادم یا در مجلسی شما فرمودیم که قرآن خشیت‌نامه است و مسئله عشق‌نامه. حالا اگر این دو اثر به هر حال کتاب رسول الله رو با مثنوی مقایسه کردید و اسم نهادید، اگه من ازتون خواهش کنم بخواهید این دو نویسنده را، حالا اگر بتوانیم رسول الله رو نویسنده به نامی، این رو چطور بررسی میکنیم؟ یا نهایتاً اگر بخشی از آن مثنوی رو الهام بدانیم و به طریقی به هر حال رسول الله هم با توجه به این که آمی بوده، آمی بودن او رو هم قطعاً الهام و وحی بدانیم و به اون طریقی که خودتون میفرمایید راجع به وحی که کاملاً هم ملموسه واقعاً وجداناً، اگر که بررسی کنیم یعنی هر این رو چطور شما میبینید اگر بخواید این رو تا بر این که توی بعضی از سوره های قرآن به خصوص جزء 30 شوریدگی هست در آیات سوره های قرآن، کلماتی هست که قرآن رو عربی مبین میدونیم به لحاظ آوردن کلمات جدید و قافیه ها و اوزانی که به کار رفته شده و همین هست که ترتیب قرآن جذب میکنه، مجذوب میکنه، یا ساحر و شاهر میخوندن رسول الله. این رو میخواستم که خود بفرمایید چند دقیقه راجبش باز. من این رو گذاشتم نوبت آتی بگم، چون نوبت آتی مولانا در همین مقدمه مثنوی در حقیقت او رو قرآن یا عدل قرآن معرفی میکنه.
و من این توضیحات ان شاء الله اونجا خواهم داد. الان تو دو سه دقیقه حق مطلب ادا نمیشه و ان شاء الله خواهم گفت که چرا مولوی چنین گفته و دلایلش رو میگم و سخنانی که مولوی در جاهای دیگه مثنوی در باب همین مثنوی گفته، ان شاء الله اینا رو توضیح خواهم داد و لذا شما پاسخ سوالتون ان شاء الله به نحو مشروع نوبت آتی خواهید گرفت. در پناه حضرت حق.